سرخط خبرها. کشف یک ذخیره‌گاه مواد انفجاری از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی قره‌باغ غزنی. جان باختن 8 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین در ولایت بغلان. و پیوستن 4 عضو مخالفان مسلح دولت به نیروهای امنیتی در ولایت تخار. سلام و وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 13 ماه عقرب سال 1398 خورشیدی است. به مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی، یک ذخیره‌گاه مخالفان مسلح دولت در این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. مسئولان محلی غزنی با بیان این مطلب ادعا می‌کنند که 4 مخالف مسلح دولت در این ولسوالی نیز کشته شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که بامداد امروز در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در روستاهای ملک و شیرقلعه ولسوالی قره‌باغ غزنی، یک ذخیره‌گاه مخالفان مسلح دولت به دست نیروهای امنیتی افتید و 4 مخالف مسلح دولت نیز کشته شدند. مخالفان مسلح دولت تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای مشترک امنیتی افغان حوالی صبح امروز عملیات را در مربوطات ولسوالی قره‌باغ در مناطق ملوک و بشیر کلا انجام دادند که در نتیجه عملیات یک رادار انجر اردوی ملی که نزد مخالفین مسلح بود و یک دیپوی مواد انفجاری طالبان و از دیپو 16 بوجی مواد انفجاری به دست نیروهای امنیتی افتاده و در ساحه ملوک که درگیری صورت گرفته 4 طالب مسلح کشته و 2 تنشان زخمی شده. در این عملیات خوشبختانه که به افراد ملکی و نیروهای مشترک امنیتی آسیب و تلفات نرسیده. 8 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین در ولایت بغلان جان باختند. منابع در ولایت بغلان میگوید که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در منطقه یکاخل این ولسوالی 8 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان جان باختند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بغلان گفت که حوالی ساعت 9 صبح امروز در اثر انفجار یک حلقه ماین در ساحه یکاخل دند شهاب الدین ولایت بغلان، 8 فرد ملکی به شمول 4 کودک، 2 خانم و 2 مرد جان باخته و 6 تن دیگر به شمول 4 کودک، 1 مرد و 1 خانم دیگر نیز زخمی شده اند و افزود که زخمیان این رویداد جهت درمان به شفاخانه منتقل شده اند. آقای بشارت گفت که قربانیان این رویداد سوار بر یک رادار موتر نوع سراچه بوده و قصد عبور از این مسیر را داشتند. آقای بشارت افزود که نیروهای امنیتی افغان در ساحات متذکره از 2 روز بدین سو بیش از 20 حلقه ماین کنار جاده را کشف و خونسا نموده اند. مقام های محلی از پیوستن 4 طالب مسلح به دولت در ولایت تخار خبر دادند. دفتر والی تخار امروز در یک خبرنامه گفته است که 4 مخالف مسلح دولت که از مدت به این سو در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی های ینگ قلعه و دشت قلعه این ولایت می جنگیدند به روند صلح پیوستند. دفتر والی تخار افزوده است 2 تن از این افراد به نام های رحمت الله مشهور به انصار الله و جمعالدین مشهور به هدایت ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی دشت قلعه و 2 تن دیگر به نام های نجیب الله و نورعلی از اعضای شبکه قاری اسحاق مشهور به ایدری ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی ینگ قلعه اند. دفتر والی تخار خاطر نشان کرده است که این افراد با سلاح های خود به روند صلح پیوسته اند. مجلس قانون امور ذاتی سربازان امور دفاعی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تصویب کرد. فرمان تقنینی طرح قانون امور ذاتی سربازان نیروهای دفاعی و امنیتی از سوی کمیسیون امور دفاعی به نشست عمومی امروز مجلس نمایندگان ارائه شد. علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس میگوید که طرح قانون امور ذاتی سربازان نیروهای دفاعی و امنیتی بر اساس فرمان تقنینی شماره 348 رئیس جمهور نافذ است، اما جهت طی مراحل قانونی به مجلس فرستاده شده است.
قانون امور ذاتی سربازان بر بنیاد قانون اساسی در مورد جلب و جذب سربازان به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور، تنظیم وجایب، حقوق و امتیازات سربازان و سایر نیازمندی های آنان در 8 فصل و 60 ماده تنظیم و ترتیب شده است. آقای جمشیدی گفت که کمیسیون امور دفاعی این قانون را با دقت بررسی کرده و تنها در یک مورد یعنی ماده 30 تعدیل وارد کرده است. به گفته او این قانون در نشست های مشترک کمیسیون امور دفاعی به صورت اتفاقی مورد تایید گزارشگران کمیسیون های مجلس قرار گرفته است. سرانجام رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز این طرح را بر رأی گذاشت که با 156 رأی تایید و 15 رأی مخالف از سوی مجلس تصویب شد. از توجهتان به داشته‌های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.